خوب متوجه باشین. اگر شما شخص را مشاهده کردین که از 5 وقت نماز یک وقت نماز را به خاطر غیر از الله عز و جل به بوتی خان، به شخص دیگی خان، به تاغوتی خان، بدون شک حکم همه فقهای اسلام و علماء اسلام می است که دلالت به این میکنه که از دایره اسلام چی از دایره اسلام بیرون است. این دیدم در توحید نسک، دیدم در توحید نسک را مشاهده کنید. پس قبل از توحید نسک بیم به توحید ولا بیم. پس اگر شخص را ما مشاهده کردیم که به غیر از الله عز و جل کسره کارساز با خود میگیره، هم پیمان با خود میگیره، با او یک جام میشه، پس اینا متوجه باشن که الله عز و جل ولی خود نگرفت، ای الله عز و جل ناصر خود نگرفت، ای الله عز و جل ولی خود نگرفت. اینو خوب خیلی متوجه باشین. در آیات سری که در سوره بقره است اینا دیگر هم برتن واضح میسازه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این معنی میشه که از احوای یهود و نصارا چی کنه پیروی کنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نصارا و یهود است تو هرگز یا محمد رازی نمیشن تا که تو پیروی ملت اینها رو نکنی، در حالی که مستحیل است پیروی یهود و نصارا از رسول صلی الله علیه و سلم صادر شوه. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد از اینکه بر تو علم رسید که قرآن باشه و وحی بر تو رسید، اگر از اهوایشان از خواهشاتشان پیروی کردی، ما لك من الله من ولی ولا نصير، دریتو حالت که است دیگر نبر تو و الله عز و جل نبر تو ولی هست و نبر تو ناصر است، تو در الله عز و جل کس تو را ترک میکنم. خوب در این قضیه اگر ما دقت کنیم، در این مسئله وقتی که پیروی ملت کس ناممکن شد، اما اگر از ملت پیروی را بگذار، اگر از احوایشان هم پیروی صورت بگیره، بدون شک ای یاری و این نصرت و الله عز و جل کس که از رسول صلی الله علیه و سلم چی میشه؟ مطلقا دور میشه، رسول در وادی میباشه و این نصرت پیروی در وادی دیگر میباشه، مطلقا میانشون فاصله ایجاد میشه. پس وقتی که در اینجا رسول صلی الله علیه و سلم مخاطب است، او از این حکم مستثنا نمیشه که اگر تو پیروی احوای یهود و نصارا کردی، دین خوب بگذار پیروی احوا و خواهشات چان کردی، بدون شک کی رابطه که میانه تو و الله عز و جل است که رابطه ولایت باشه، ای قطع میشه. پس بدون شک کی از رسول صلی الله علیه و سلم مطلقا صادر نمیشه. در قدری رو مفسرین به اشاره میکنه این تحذیر و همت رسول صلی الله علیه و سلم است. پس وقتی که در این آیه مبارکه رسول صلی الله علیه و سلم مستثنا نشد از این قاعده، پس کسایی که بر از رسول صلی الله علیه و سلم میان، کسایی که امت رسول صلی الله علیه و سلم هستند که از ارگز به مقام رسول رئیس دنه میتوانند، پس بدون شک که قاعده اگر ما کسر مشاهده کردیم از امت رسول صلی الله علیه و سلم که زهوا و حواسای کافرها پشتیبانی میکنه، این خود به خود دلالت به این میکنه که ای از ولایت الله عز و جل کسر میده.